به دنیای تجارت خوش آمدید. ما در پورتو پرتغال هستیم، جایی که نرخ بیکاری تقریبا 15% و اقدامات ریاضتی بسیار سختگیرانه است. بدیهی است که بحران باعث افت روحی پرتغالی ها شده. در این برنامه شما میبینید چگونه یک زن کارآفرین برای مقابله با دلتنگی مبارزه میکند. فاطیما شروع اشتیاق خود را دنبال کرده است. او حرفه آموزگار نقاشی را 30 سال پیش کنار گذاشت و اولین فروشگاه لباس‌های شیک خود را باز کرد. بدین ترتیب او یکی از اولین وارد کنندگان لباس‌های شیک در پرتغال است. فاطیما مالک 5 فروشگاه است و 20 کارمند برای او کار می‌کنند. آخرین فروشگاه در زمستان و در شهر پورتو باز شد. فاطیما با وجود بحران و بدبینی هرگز سردیدی به خود راه نداد. درست است که آن موقع این تصمیم به نظر دیوانگی می آمد. بسیاری از افرادی که دور و برم بودند به من گفتند که زمان مناسبی نیست، ولی برای من مناسب بود. ما باید شجاعتر باشیم و از خطر کردن نهراسیم. باید بحران را دور بزنیم و جلوتر رویم. کسب و کار فاطیما با حجم معاملاتی بالغ بر 6 میلیون یورو و 5% افزایش در سال 2011 میلادی رونق دارد. او خواهان تقسیم این موفقیت با توصیه به دیگر کارآفرینان است. طرز زندگی مهم است. باید فروتن باشیم. با هم دوست، متحد و هم دست باشیم. فکر می کنم این برای به ثمر رساندن یک کار شگفت انگیز بسیار مهم باشد. فاطیما دختر و دامادش رو نیز با خود همراه کرده است. به گفته فاطیما دخترش بازوی راست اوست. من باید در فعالیتم مصمم باشم. همیشه به نظرهای دیگران توجه کنم و به کار خود و همکارانم احترام بگذارم. بدین ترتیب در طول زمان می توانیم به صورتی بسیار جدی به اهدافمان برسیم. زنان بسیار فعالند و منش انسانی دارند. آنها کارشان را با اشتیاق و از خودگذشتگی انجام می‌دهند و باعث جنب و جوش می‌شوند. فاطیما در نظر دارد این بار فروشگاه لباسی مخصوص کودکان باز کند و زمام آن را به ترزا دختر دیگر خود بدهد. فاطیما، رمز موفقیت شما چیست؟ شور و اشتیاق، خلاقیت، کار، تواضع و کمی هم حس کنجکاوی بسیار.